مسکو و واشنگتن روز شنبه در حاشیه اجلاس سالانه سازمان همکاری های اقتصادی آسیا اقیانوسی اپک در پکن توافق کردند که به تبادل اطلاعات درباره وضعیت اوکراین خصوصا شرایط مرزی میان روسیه و اوکراین بپردازند مقامات اوکراین روز جمعه مسکو را به فرستادن کمک های جدید نظامی به شورشیان متهم کردند ما در برخی موارد درباره واقعیت هایی که در اوکراین اتفاق می‌افتد اختلافاتی داریم ما توافق کردیم که برخی از اطلاعاتمان را درباره این موضوع با هم مبادله کنیم. همچنین توافق کردیم که این گفتگوها ادامه یابد. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه نیز با اشاره به اینکه اگر دخالت آمریکا به تمامت دو طرف درگیر در اوکراین را گرد یک میز بیاورد گام درستی خواهد بود گفت آتش بس بین شورشیان و دولت امضا شده است اکنون آنها باید خط حائل آتش بس میان دو طرف را نهایی کنند و این کاری که در حال انجامش هستند از سوی دیگر در 24 ساعت گذشته بار دیگر درگیری های میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان در منطقه دونیسک ادامه داشته که به گفته ارتش اوکراین یک سرباز اوکراینی در منطقه فرودگاه دونیسک کشته و 17 نفر از جمله دو غیر نظامی در طرف جدای طلبان زخمی شدند.